نوید و وحید که با هم 26 شهریور 97 بازداشت شدن. سه ماه که گذشت حبیب رو بازداشت کردن که خیلی دنبال کار برادراش بود. سه ماه ازدواج کردن حبیب. ایران بازداشت کردن تا یه حدود 5-6 ماه که اصلا ما هیچ اطلاعی نداشتیم که هیچ صحبتی باشون، نه تصویری و نه تلفنی، هیچی، اصلا تلفن هم نمیزدن. 5-6 ماه گذشته بود که دیگه نوید زنگ زد، یه در حد یه 2 دقیقه 1 دقیقه من سالمم، خوبم، خوبید، همین چند تا کلام. بله. وحید که نه، او خیلی رویش خراب بود، خیلی شکنجهش داده بودن که باید خیلی فشارش آورده من روحی که روی جسمه که باید علیه نوید اعتراف کنی، چیزی نمیگفته. این فشار که بهش می آوردن دست به خودکشی زده، خیلی فشارش اومده بود که با استکان شکسته لیوان آب، گفته لیوان آب این بدید، شکسته گردنش زده بود که انتقالش داده بودن بیمارستان نمازی شیراز. بیمارستان اصلا مخالفت کرد با بلند شدن وحید، یعنی با اینکه تو شرایط بیمارستان و خودکشی بود. خدا بایی که 2 بار خودکشی کرد، خدا جونشو نجات داد. بازم اردوان 13 فروردین اردوان بیمارستان نمازی خواباندنش، ما رفتیم نذاشتن. اصلا من رفتم برای اولین بار وحید رو میدیدم، داشتم وحید رو میدیدم که برم جلو، نذاشتن هر کاری کردم. بله. آرزو داشتم مثلا میرفتم جلو، اون نمیذاشتن که برم جلو بچه همون بغل کنم، میفهمی؟ بله. دو تا سرباز بودن، نذاشتن که من وحیدو برم بغل کنم رو تخت بیمارستان وحیدو. بعد از 7 ماه من از بیگناهی بچه هم ایمان دارم، دنیا به دادم برسه، دنیا به داد این ستا پسرم که اقعا پاک، اقعا خوب. نوید که کشتیگیر، پاک، سالم، 15-16 سال تو کشتی بود و یه فقط کاریاری میکرد به خدا قسم، یعنی این جمله شو بارها و بارها بار تکرار میکرد، من خدا رو شکر میکنم که سالمم، سالم زندگی میکنم، پول سالم در میارم و شب سرم راحت میذارم میخوابم. مادر خوبم، سوالم اینه که الان نزدیک 2 سال بچه هاتون توی زندانن، حکمای سنگین بهشون الان دادن. چرا شما تا حالا سکوت کردین و چی شده که تصمیم گرفتین الان سکوتتون رو بشکنین؟ ما نمیدونستیم، ما اطلاعات ریخت تو خونمون، تمام زندگیمون به هم زدن. دامادم هم گرفتن، خب دیگه چند رو بازداشت بود، شوهرم گرفتن بازداشت کردن، فقط به خاطر که میرفتن در دادگاه میمدن. یعنی ما فقط 2 ساله که خدا میدونه که هر که من رو میبینه میگه تو چرا 20 سال پیر شد، یعنی انگاش تو توی 2 سال 20 سال پیر شد. پس به هر حال نگران بودین که اگر پیگیری کنین، مصاحبه کنین، حرف بزنین، ممکن بود شما رو هم بگیرن و... بله بله، بارها دامادمو تعقیب میکردن، تهدید میکردن، یعنی دنبال کارش نیو. هم پسرم حبیب رو تهدید کرده بودن، اصلا وکیل نمیذاشتن. بله. بله. وکیل نذاشتن اصلا رو پروندهشون بره، نه اصلا اجازه ندادن، گفتن چند تا وکیل ما خودمون انتخاب میکنیم وکیلا. بله. باید وکیلایی که ما میگیم بگیریم. اتهاماتی که علیهشون مطرح کردن چیه؟ خیلی، من چندشو بگم، خیلی، یعنی شاید 10 تا 15 تا اتهام بهشون زدم، بگم چندشو بگم؟ اخلال در نظر، تبلیغ علیه نظام، شعار نویسی، توهین به رهبری، نمیدونم، من خیلی که بلد نیستم، اصلا یادم نیست که بگم اینا رو بگم. بله، درست میگی. میدونم که مصاحبه کردن، حرف زدن براتون سخت بود. من متوجه شدم شما حتی نمیتونید اسم حکم اعدام رو بیارین. نمیتونم، من اصلا نمیتونم، یعنی یه هلاج برای بچه هم بشه، یه دادگاه درستی برای بچه هم برگزار بشه، اینا تو دادگاه نذاشتن اصلا حرف بزنن، اصلا یعنی تو یه جلسه با یه جلسه دادگاه همه چی رو جمع جور کردن. من دیگه هیچی نمیتونم بگم، فقط میخوام به داد دل من برسم، به داد بچه هم برسم، به داد جوونام برسم. زندگیم همینه، همین بچه ها، من هیچ دلخوشی به غیر از این ندارم.